اقلیم کردستان قرار گرفت. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان و دکتر برهم احمد صالح رئیس دولت و مقامات عالی رتبه اقلیم کردستان در نشست با وزیر دفاع آمریکا و هیئت همراه بحث و تبادل نظر در مورد مسائل عراق فدرال اقلیم کردستان و روابط با آمریکا را آغاز کردند این اولین سفر لئون پانتا به عراق پس از احراز پست وزارت دفاع آمریکا است وزیر دفاع آمریکا قبلا در سخنانش در مورد افزایش کشته شدن سربازان آمریکا آمریکایی به دست شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران تغذیه میشوند گفته است که موضوع را با مقامات عراقی مطرح می کنیم و در صورت لزوم به صورت یک طرفه عمل خواهیم کرد. ارتش آمریکا هرچند قرار است رسما سربازان خود را از عراق خارج کند اما تا کنون نزدیک به 46 هزار سرباز تحت عنوان آموزش ارتش عراق و حفظ منافع آمریکا در عراق ماندند. وزیر دفاع آمریکا رسما از دولت عراق خواسته است که اگر مایل به تمدید مأموریت و ماندن ارتش آمریکا هستند رسما این موضوع را اعلام کنند از طرف دیگر اکثریت شیعه و اقلیت سنی عرب و همچنین کردها دو هفته وقت جهت مذاکره در این مورد خواستند تا در مورد ماندن تقاضای سربازان آمریکایی تصمیم بگیرند گرد همای دمشق تحت نام گفتگوی ملی و با نظارت دولت و با شرکت شماری از اپوزیسیون این کشور دو روز، که دو روز پیش آغاز شده بود با صدور قطنامه جهت با صدور قطنامه پایان یافت این قطنامه با دستگیری ها و آزادی زندانیان سیاسی به پایان رسید اما جامعه بین الملل و برگزار کنندگان اعتراض های خیابانی این اجلاس را شکست خورده می دانند. دو روز پیش با شرکت شماری از اپوزیسیون و با سخنان فاروق و با هدف یافتن راهی جهت پایان دادن به بحران سیاسی اخیر سوریه آغاز شد و امروز با اعلام قطنامهی مبنی بر پایان دادن به دستگیری ها و آزاد کردن زندانیان سیاسی به پایان رسید. از طرف دیگر همزمان با طرح ای در شورای امنیت و به دنبال حمله افراد ناشناس طرفدار رژیم بشار اسد به سفارت های آمریکا و فرانسه در پایتخت سوریه دیروز دوشنبه 11 ماه ژوئیه دولت پاریس اعلام داشت که در نظر دارد موضوع این حمله را به شورای امنیت ارجاع نماید در صفحه فیسبوک انقلاب 2011 سوریه که نقش کانونی در هماهنگ مخالفین رژیم را بر عهده دارد در این باره می نویسد ملت سوریه از هر گونه افزایش فشار بر رژیم قبیله حکومتی اسد استقبال می کنند ولی هر گونه دخالت نظامی در بحران سوریه را قاطعانه رد می کنند. نویسندگان ادامه می دهند باید محافل دموکراتی کوشش های خود را برای تحریم اقتصادی رژیم و کشاندن مسئولین رژیم به دادگاه جنایی بین المللی متمرکز نماید. همزمان با اوجگیری بحران و ناتوانی رژیم بشار اسد از حل بحران داخلی یکی از رهبران اپوزیسیون رژیم بشار اسد اعلام داشت که رهبران اپوزیسیون روز شنبه 16 ژوئیه یک دولت سایه برای اداری امور کشور پس از سرنگونی بشار اسد را معرفی خواهند کرد این قاضی 81 ساله سوری که از ترکیه بازدید میکرد گفت این دولت که در عمل نقش دولت سایه را ایفا خواهد کرد با اعضای خود در سراسر کشور پراکنده خواهد بود هر وزیری در یکی از استانها اداری امور را در دست خواهد گرفت در سهرگاه امروز سهشنبه دوازدهم ژویه ترمینال خطی لوله انتقال گاز به اسرائیل و اردن هدف سوء قصد قرار گرفت به گزارش خبرگزاری ها به نقل از محافل امنیتی مصر پس از آنکه دست کم چهار فرد مسلح به ترمینال خط لوله انتقال گاز در نزدیکی شهر الارش وارد شدند نگهبانان ترمینال را مجبور به ترک محل مأموریت خود کردند این افراد مسلح با ایجاد یک انفجار در ترمینال انتقال گاز آتش مهیبی را باعث شدند. شعله های آتش تا ده متر به آسمان زبانه می گفته می شود کسی در این میان مجروح نشده است. طی دو هفته گذشته این دومین بار و از زمان سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور مصر این چهارمین بار است که خط لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل و اردن هدف سوء قصد قرار می گیرد. حسنی مبارک در 11 فوریه سال جاری میلادی ناگزیر به کنارگیری از مقام خود شده بود. عاملان این سوء قصد ها هنوز دقیقا مشخص نیستند. احتمال داده می شود که این انفجارها باید یا کار نشین، بادیه نشینان صحرای سینا یا شبه نظامیان افراطی بوده باشند. این آتش سوزی با فعالیت نیروهای امدادی منطقه اورش و استانداری سینا مهار شد اما انتقال گاز به اسرائیل همچنان با مشکل جدی مواجه است. رئیس جمهور فرانسه طی یک سفر اعلام نشده وارد افغانستان شد. نیکولا سارکوزی در جریان سفر خود به افغانستان اعلام کرده است که کشورش در نظر دارد تا پایان سال 2012 هزار نفر از سربازان خود از افغانستان را خارج کند. نیکولا سارکوزی که در یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان رفته، این اظهارات را در جریان بازدید از یک پایگاه نظامی در ولسفالی سروبی در شمال کابل ابراز کرد. این سومین سفر سارکوزی به افغانستان از زمان انتخاب او به عنوان رئیس جمهور فرانسه در سال 2007 میلادی است در جریان سفر به افغانستان نیکولا سارکوزی با حامد کارزای همتای افغان خود دیدار کرد فرانسه هم اکنون حدود 4000 سرباز در افغانستان دارد. سارکوزی در دیدار با سربازان کشورش گفت ما از حالا تا پایان سال 2012 یک چهارم سربازان خود را از افغانستان بیرون میکشیم که هزار سرباز می شود. سارکوزی همچنین گفت که فرانسه از جدول زمانی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نظامی از افغانستان پیروی می کند. سربازان فرانسوی در حال حاضر در مناطقی چون ولایت کاپیسا در نزدیکی کابل و مناطقی در شرق افغانستان مستقر هستند. معموریت نظامی سربازان فرانسوی در افغانستان همزمان با حضور آمریکا در این کشور در اواخر سال 2001 میلادی آغاز شد. تا حال 64 سرباز فرانسوی در افغانستان کشته شده است که 9 نفر از آنها تنها در سال جاری جان خود را از دست دادند. هندوستان از تصمیم آمریکا از قطع کمک های نظامی این کشور به پاکستان استقبال کرده است. وزیر خارجه هند در این رابطه گفت که این کمک ها توازن منطقه را به هم میزد. این در حالی است که جنرال ادهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان پیشتر در واکنش به اقدام آمریکا گفت قطع این کمک ها توانای کشورش برای مبارزه با تروریسم را تضعیف خواهد کرد. دولت آمریکا روز یکشنبه دهم ژوئیه تایید کرد که در حدود یک سوم از کمک‌های سالانه این کشور به پاکستان به ارزش 800 میلیون دلار را به حالت تعلیق در خواهد آورد. پیشتر نیز نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که واشنگتن قطع این کمک‌ها را به دلیل تنبیه پاکستان برای اخراج مربیان آموزشی آمریکا از این کشور و همچنین در فشار گذاشتن پاکستان برای مقابله موثرتر با شورشیان انجام داده است. بیل دیلی رئیس دفتر باراک آمریکا روز یک شنبه در این باره گفت هرچند پاکستان یکی از مهمترین همپیمانان ما در جنگ علیه تروریسم است اما به دلیل اقداماتی که اخیرا پاکستان انجام داده تصمیم گرفتیم که بعضی از این کمک ها را متوقف کنیم آقای دیلی همچنین افزود که عملیات آمریکا علیه بن لادن رهبر القاعده که در ماه گذشته در روستای آبیتاباد در پاکستان انجام شد نارضایتی های را در بین مقامات این کشور ایجاد کرد رئیس دفتر باراک اوباما بهبود رابطه و پاکستان نیازمند گذشت زمان است او همچنین گفت تا زمان رفع مشکلات بین دو کشور ما ترجیح می دهیم که بخشی از پول مالیات دهندگان آمریکایی را به آنها بپردازیم در ادامه تیرگی روابط بین پاکستان و آمریکا داریا سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک آمریکا نیز هفته گذشته گفته بود که دولت پاکستان دستور کشتن سلیم شهزاد خبرنگار پاکستانی را در ماه می داده بود و حال آخرین خبر شورش در بلفاست مرکز ایرلند شمالی دوشنبه شب سبب مجروح شدن 22 افسر پلیس شد بیش از 200 تن از جوانان ملیگرا در منطقه کاتولیک نشین واقع در غرب این شهر اقدام به آتش زدن تعدادی از خودروها و نیز پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی پلیس کردند پلیس ایرلند با شلیک گلوله های پلاستیکی و نیز آوردن خودروهای آپاش به خیابانها تلاش کرد تا شورشان را متفرق کند این درگیری های خیابانی گسترده میان پلیس و گروهی از شهروندان ملیگرای بلفاست از اوایل ماه ژوئیه آغاز شده است سه دهه از نزاع بین پروتستان های سلطنت طلب که خواهان باقی ماندن ایرلند شمالی به عنوان بخشی از پادشاهی بریتانیا هستند و نیز ایرلندی های ملیگرا می گذرد. گفتنیست که ملیگرایان عمدتا کاتولیک مذهب هستند. بینندگان عزیز این بود گزیده ای از اخبار امشب کردستان ایران و جهان. از همراهی و توجهتان سپاس گذاریم. تا دیدار دیگر خدا نگهدار.